رئیس جمهور ترکیه عزمش رو برای سفر به ایران جزم کرده و فردا وارد تهران میشه. حدود 10 ماه قبل که میزبان روحانی بود، با روی گشاده از 2 برابر شدن حجم تجارت سالانه ترکیه و ایران ظرف 2 سال گفت. هدف دو کشور در تبادلات تجاری رسیدن به رقم 30 میلیارد دلار است. البته ترکیه با حفظ منافع خود در دوران تحریم رفیق ایران بوده. هرگز این همراهی را فراموش نمی کنیم. ما از تحریم های یک جانبه بر ضد ایران پیروی نمی کنیم و به واردات نفت و گاز از جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد. اردوغان زمانی به شیمون پرس چیزی گفت که خیلی محبوبش کرد. شما کشتار را خوب بلدید. خوب می دانم که شما در سواحل چطور بچه ها را هدف می گیرید و می کشید. تشویق قاتلان کودکان و انسان ها خود نوعی جنایت بر ضد بشریت است. اما بعد از شروع تحولات منطقه و فعالیت تروریست ها در سوریه، ترکیه ترجیح داد در صف حامیان تروریست ها قرار بگیرد. تقوم بمساعدت رجب طیب اردوغان با پول قطری ها تروریست ها رو برای جنگ در سوریه تغذیه میکنه، اما به دوست قدیمیم هشدار میدم نمیتوان به راحتی این خونریزی ها رو مهار کرد. حالا حدود 8 ماهی هست که او رئیس جمهور شده، اما همچنان در صف عربستان ماندن را ترجیح میدهد. ایران برای تسلط بر منطقه تلاش میکند. چگونه میتوانیم اجازه این کار را بدهیم؟ این امر سبب نگرانی ما، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. ایران باید موضع خود را تغییر دهد. همین اظهارات چند روز پیش اردوغان اعتراض هایی را برای لغو سفر او به تهران برانگیخت. اما رئیس جمهور ترکیه با وجود اطلاع از این جو نارام عزم جزم کرده که بیاید. شاید نسبیگرایی در دنیای سیاست امروز چندان عجیب و غریب نباشد. حال باید دید رئیس جمهور 61 ساله ترکیه که اتفاقا شهروند افتخاری تهران هم هست، از فرصت سفر 1 روزش به ایران برای چه مقصودی استفاده خواهد کرد؟